تجربه کردم فرهنگ جامعه ما رو در روز زلزله و یه ریشه های خانواده ما سوال شد. پس این بزرگتری سم فرهنگ اجتماعی. حالا هر چقدر که آدم بتونه با تمام مشکلات زندگی خانواده در این شرایط با نفسه جهان امروز خانوادش رو حفظ کنه به فرهنگ رو بچه هاش کنه. تاجی به سر آدم نمیدونم چرا اون کشورها خیلی خیلی چرا دو ماستم آدم بره حسابی متاجر کنه حسابی همه جا بره همه چی رو ببینه همه این دوای پیشرفت همه چیز رو مطالعه بکنه و دست پول برگر بکنه ولی بخوای بریم اونجا کار بکنی خدایی نکرده اگر یک با شکست رو بروشه این وقت باسه Thank you.
هر هممون میتونیم خودمون درست کنیم اگه بخوایم. اگه بخوایم. یکی از چیزایی که من میبینم در جوانان دلتنگیه. من اون غمی که تو چهره جوانان میبینم هیچ وقت تو زندگیم ندیدم. مثلا توی سفرهایی که میام اینجا دلتنگ میشم، خیلی دلتنگ میشم. تو خیابون راه میرم من همش مردم نگاه میکنم. و خیلی وقتا هم اونایی که مثلا یه لبخندی به چهرهشونه منو ناخودآگاه لبخندم باز میشه. ولی بعضی هم یه غمی تو چهرهشونه که اصلا این غمو آدم خیال میکنه خیلی سخته از بین رفتنش. نذارین غم ریشه دار بشه. آدم همیشه غم بود. یه چیزه دست خود آدم نیست. انتخاب پدر مادر دست خود آدم نیست. انتخاب فرم زندگی دست خود آدم نیست. انتخاب ثروت و فقر دست خود آدم نیست. خیلی چیزا دست خود آدم نیست. وقتی که آدم با اینا برخورد میکنه میگه خب حالا که من الان 15 16 17 18 ساله 20 سالم شد 30 سالم شد میگه همه چیز دست خودمه. خب کی هم؟ من کی هم؟ ناخالصی هم چیه؟ خالصی هم چیه؟ بدی هم چیه؟ خوبی هم چیه؟ کم بودم چیه؟ مثبت هم چیه؟ ممکنه اینقدر کم بودا دیستش زیاد باشه، مثبت هم اینقدر باشه. ولی باز غنیمتی میگه اینا رو دارم اقلا. Thank you.
خودتون به داد خودتون برسید. در هر قدمی هیچ کی نمیدونه. مخصوصا وقتی پدر مادر خوب از دنیا برن. آدم آنچنان احساس میکنه پشتش خالی شده. من مرگ مادرم، مرگ برادرم، مرگ پدرم خیلی پشت منو خالی کرد. اینقدر که صمیمیت و انسانیت و تقوا بین ما برقرار بود. همونطور که به شما گفتم. وقتی رفتم کانادا، خب نوام تو راه بود. منم عاشق بچه با اون سابقه کاری که داشتم. گفتم میگه من تمام زحمتمو برای این نوه میکشم که ایرانی باشه. همه کارامو کردم و واقعا هم بدم به شما قبل از دو سالگی این دختر بچه دوست و همراه و نمیدونم رفیق من هم. از صبح تا شب بدون یه نهتون بدون یه بد اخلاقی بود. با هم میرفتیم میومدیم کار میکردیم. من که بودم نیستم دستم رو دراز کنم بدم هم کنم بعد من احتیاج داشتن این پولی که مثلا دارم با خودم رو تموم گفتم که خب من اینها رو کارم اونجا خیلی احتیاج داشتن بودم میفروشم پارپسال میکنم دیگه فوقشم حالا من اینها رو کار میکنم در اردوم یه ماه بوده که ما منتظر ویزا بودیم که بعد ویزا آمد من 500 تا کار کردم کار نداشتم که از صبح سال آن پا می شدم کار می کردم تصویرها رو هم انباشته میشه. بلکه انباشته میشه یه تقسیم بندی تو ما این تقسیم بندی ممکنه مثلا پنج تا دسته بشه، هفت تا دسته بشه. خدا هم نمیدونم. بعد که این تقسیم بندی ها رو کردم، صفحه کارتی تو لنگ قرار میگیریم. بدون اینکه خودم هم اصلا اراده داشته باشم، دست من حرکت میکنه در بینگی که از این تقسیم بندی یکی کرده. ما میشه پایه کمپوزیت. پایه را قرار نمیدم تو کاری میکنم. یه شبی که خیلی حالم خیلی خوب بود.
شب خوابم پاشدم خونه دختر رو میشیم میکرد بودی زمین خونه اینجوری سکیم سکیم دارم وقتی دختر رو من بزرگم بزرگ کردم ما آمدم یه دفعه ردیب چون که از پاسل ها میشیدم بودمش بعد یه میده بزرگی ما تا به سلاب و تا حیات میداشتن این بزیدم کنم دستم برشم تمام برشم اون دست ها برشم بچه که تو خونه تبعیض می‌بینه این تبعیض‌ها رو به محضی که یه ذره نیرو پیدا بکنه میره سر یکی دیگه خالی می‌کنه اون بچه که میره دبستان تخت میشه از بس تو سری خورد میره تو سری میزنه به دیگران حتی اگه اذیتش هم نکنه خب این چجوری باید اصلاح بشه یه ذره آدم انعطاف داشته باشه نسبت به طرف مقابلش در این حال برای تربیت خودش فرق نمی‌کنه هر چقدر که الان ما بیرو رواشی بگم شما به دوست خیلی خیلی صمیمی که خیلی دیگه با هم راحت باشین دارین تو زندگیشون چقدر دارین آیا از انگشت دست شما تجاوز میکنه؟ خیلی وقتا نمیکنه در حالی که زمان ما غیر از این بود زمان ما صمیمیترین و رفیقترین دوست ما بچه های دوره دبستان و دبیرستان اینقدر با هم صمیمیت داشتیم حالا وقتی همدیگر میبینن به هم پشت میکنن یا حسودیشون میشه به هم دیگه یا هزار چیز دیگه خودمون هم تقصیر داریم ما هم یکی از اونایی نگیم همیشه تقصیر یکی دیگره این همیشه میگیم ما تقصیر یکی دیگه نیست ما خودمون هم تقصیر داریم می‌دونیم یه چیزایی حالا میگن ژنتیک هم معتقدم مخالفتی ندارم باش ولی چیزی که ژنتیک رو میتونه تغییر بده تربیت و فرهنگ خانوادگی و اراده خود آدم حالا ممکنه تربیت خانوادگی آدم مثلا در دوران کودکی که به خصوص فرهنگ آدم ها در 7-8 سال زندگیشون تشکیل میشه ممکنه انقدر خوب نباشه ولی وقتی خودشون بزرگتر میشن مطالعه میکنن میفهمن ذره به ذره و قدم به قدم باید خودشون اصلاح میتونیم خودمون رو درست کنیم احساساتش رو، دانشش رو، تجربیاتش رو توی مملکتی صرف بکنی که نتیجه‌اش این باشه.
هر چقدر متفکر تو مملکت ما زیادتر باشه و مسئول خواه ناخواه مطمئن باشین که آزادی ها نمیدم آزادی فکر نمیدم شکل باشه. مثلا ما 12 سال که بود اومدیم تهران از کرمانشاه، در طول هفته اون موقع مادرم و برادرم خواستن که هیچ کس به ملاقات ما نیاد، از خانواده و دوستان و اطرافیان و فامیل. بودن بگه ما هممون داریم درس میخونیم و طول هفته مجبوریم که وقتمون صرف درس خوندن میکنیم، اما جمعه ها اجازه داریم بیاییم، فقط جمعه، نه پنجشنبه. اما پنجشنبه ها ما خانوادگی، خواهر برادرها با مادرم یه جلسه تشکیل دادن و یک کتاب رو یا یه جزوه رو یا یه مقاله رو به نسبت آنچه که در روز میگذشت به ما میدادن، میگفتن اینو در طول هفته لابلای درسی که میخونی اینا بخونی، که بعد پنجشنبه دیگه که ما این جلسه رو با هم ترتیب میدیم میام راجع به مقاله بحث گفتگو میکنم. اگر دقت بکنیم به آدم ها، هر کنیم همه آدم ها خالصانه و خالصانه نمیدونم یه چیزی من با مو یه موی قرمز کشم دیدم، یه پیرزنی یه دستش کششم، در حالی که خودخواهانه اومده از دادم بخواب بخورا هر کنیم یکی اینجوری نیست، این پیرزنی یک موجه یک موجه حالتی هم با تفاوت دارم. و خب اون موقعی که من بخواستم یه همه چیزی بکشم یه میفهمیدم که میخوام یه پیرزنی اینجوری رو بکشم. بعدم اومدن نتیجه گیری، خب از همه میپرسیدن، از مادرم از ما همه میپرسیدن، اما ما نظرها رو میدیم بردر من و نتیجه گیری میکرد. هدف از این مقاله شما اینه گفتی درسته، شما اونو گفتی اونجوری خیلی خوبه، اونجوری اونجوری، هیچ کسی هم نفع نمیکرد. و بعدم نتیجه گیری کلی رو که هدف از این مقاله یا هدف از این کتاب یا هدف از این چیز این بوده. اما جلسه بعد یک کتاب دیگه، جزوه دیگه، چیز دیگه. یعنی تمام هفته رو انقدر این برای ما دلپذیر بود، عشق صادقانه خانواده همراه با توسعه فکر، که اینو ما منتظرش بودیم که پیش بیاد. شما بیاین برای همبستگی خانواده و خواهر برادر با هم دیگه بیاین بگین خودمون این کار رو بکنیم. من یه دوستی دارم تقریبا همسال من، اون اومده میگه که حالا که الان اینقدر دوستی ها در جامعه بی پای و سست شده بیا ما محکمش کنیم. روزای چهارشنبه رو اینا قرار میذارن هر چهارشنبه خونه یه نفر باشن، فقط فامیله و خانواده، خواهر برادر، زن برادر،
و همین بچه هاشون بودن باشن نباشن هم و اینا با همدیگه محفل خیلی قشنگی دارن گاهی میان با حافظ شیرین تر میکنن گاهی میان با مولوی میکنن گاهی میان مثلا مشکلات زندگی رو مطرح میکنن گاهی چی گاهی چی گاهی چی این خیلی ارزشمند این همبستگی ها رو زیاد میکنن آگاهی از همدیگر بیشتر میکنه تو چه دردی داری؟ من بیام کمکت بکنم من چه دردی دارم؟ تو بیا کمکم بکن اینا همه انسجام و انسجام یعنی محکم کردن ریشه های فرهنگی خانواده این کار بکنید هر چقدر خانواده شما آشفته باشه به حقم دارن آشفته باشن الان درد کم نیست برای پدر مادر ما بیشتر از خودم هست فرق نمیکنه ولی به وجودش بیاریم منم همیشه در اختیار شما هستم در این شش ماهی که اینجا هم دعا بکنیم بلکه من بتونم همیشه بیام اینجا دیگه نرم اونجا زندگی میکنم. این آدم وقتی عاشق کارش باشه کارش زندگی میکنم. همون عشق هم میتونه به دیگران منتقل بشه. خسته نیستم من. من اینقدر برای جوان و کودک احترام قائلم. واقعا از همین قلبم ها. در هیچ سنی نشده که من یه سوالی رو یه جوان رو یه کودک از من بکنه من سرسری جواب بدم در هیچ لحظه نشد همیشه خودم رو در اختیار جوان و کودک قرار دادم و میدم حالا پیش شدم اون قدرت جوانی رو ندارم که بیام کلاس گسترده مثل اون وقتا تشکیل بدم ولی بازم اگر از دستم برمیاد کوتاهی نمیکنم